از حسن جمشیدی خراسانی، نویسنده، پژوهشگر دین، فعال و تحلیلگر سیاسی از مشهد مقدس پیرامون این گزارش دعوت به عمل آوردیم. آقای جمشیدی سلام و عرض ادب دارم خدمتتون. جناب آقای جمشیدی، با توجه به گزارشی که در مورد کارکرد مساجد و کلیساها در زمینه حفظ محیط زیست و تلاش میان ادیانی در این زمینه دیدیم و شنیدیم، به نظر شما چه کارکردهای مسالمت آمیز و صلح‌جویانه دیگری از این مراکز میتوان داشت؟ بفرمایید. بنده هم سلام دارم خدمت شما و بیننده های محترم شما. بنابراین بفرمایید یک تلقی فکر میکنم نادرستی از مسجد و محراب در بین مسلمان ها رایج شده. این تلقی رو باید اصلاحش کرد. بعضی فکر میکنم وقتی که میگه مسجد یا میریم سراغ محراب، محراب به معنای جنگه. حالا اینکه محراب یک سابقه دیرینه و گذشته هم داره. اون سابقه دیرینه و گذشته محراب بحث مرکز عبادت بودنه، یعنی خود مسجد یا داخل معبد یا هر چیز محل عبادت. وقتی که بحث از عبادت میکنیم، عبادت یعنی چه؟ یکیش همون نمازی که میخونیم یا روزه که میگیریم یا کلیسا یا صومعه یا که میرن، یکیش اون عمل عبادت که انجام میدن. عمل به دستورات الهی خودش هم عبادته. یعنی اگر که در حساب مساجد به عنوان مرکزی که مسلمان ها دیگه جمع میشن، اوامر الهی بیان بشه. اوامر الهی یعنی معروف ها تماما اوامر الهی هستند. اگر ما این اوامر الهی و این معروف ها رو در بین مردم ترویج بدیم، آثار بسیار زیبایی میتونه در جامعه ما داشته باشه. خود همبستگی، میخوام مردم به سمت همبستگی دعوت بکنیم، میخوام مردم به سمت زیست مسالمت آمیز دعوت بکنیم، مردم رو میخوام به سمت اخلاق دعوت بکنیم. همینی که دوستان اشاره فرمودن در رابطه با محیط زیست، محیط زیست رو خراب نکنید. اگر این بیاد یک پشتوانه دینی پیدا بکنه، به مراتب کارکرد بهتر و بیشتری خواهد داشت. بله، با تشکر از حسن جمشیدی خراسانی، نویسنده، پژوهشگر دین، فعال و تحلیلگر سیاسی از مشهد مقدس که پیرامون این گزارش دعوت ما رو پذیرفتند.